صحبت کردیم ازم خواستی که یه ویدیو بهت معرفی کنم برای اون فیچری که توی ایمکس در موردش صحبت کردم، بعد این ویدیو بهت نشون میدم. یه ایمکس جدید، یعنی یه اینستنس جدید از ایمکس خدمت شما عرض شود که این ادیتور خودمه، بر مبنای ایمکس و مثلا اکثر چیزی که اینجا الان میبینید روی ایمکس عادی هم کار میکنه. این رپل ایلیسپه. اینجا هر من قبلش اوکی. اینجا هر چیزی بنویسی، هر دستور اکسپرشن ایلیسپی بنویسی مستقیما میتونی اجراش کنی. خب همونجوری که میبینید مثلا الان این چیزی که من نوشتم اینجا خروجیشو میبینی، یا مثلا هر چیزی دیگه میتونی فانکشن تعریف کنی و و و، یا مثلا شدن یا فانکشنی که مستقیما اینجا ممکنه به کارمون بیاد، شدن مثلا حالا ما مسیجون چند چیز خاصی تو ذهنم بیست، ولی هر چیزی که اینجا بنویسی، هر دستوری رو میتونی اینجا بنویسی، مثلا همون کنسول جاوازکیب یا آی پایتون یا هر چیز دیگه شبیه اونه، ولی خب چون لیسپ قابلیت خیلی بیشتری داره. یا میتونی مستقیما دستوراتی که میخوای اینجا بنویسی و اجرا کنی، خب که بعضی موقع من واسه تست ازش استفاده میکنم، یا میتونی تو هر فایلی که خواستی، مثلا الان همون اسکرچ پد دیفالت خود ایمکس، این یا همینجوری یه بافره که توش هر چی میتونی بنویسی، خب میتونی اینجا هم بنویسی اجرا کنی، خب یعنی محدودیتی نداری. حالا ما یه شورتکات داره، یه شورتکی داره، وقتی میزنی اون اکسپرشنی که روش هستی رو اجرا میکنه. حالا من اینو اجرا کردم، تو این بافر سمت راست میبینی که مثلا اجرا شده. خب حالا مثلا اگه فرض کنیم من یه فایل پایتون اینجا باز کنم، خب مثلا یه چیزی که من همین اواخر نوشتم و خیلی مثلا به کارم میاد اینه که من عموما وقتی مثل خیلی از آدم هایی وقتی میخوان یه چیزی رو دیباگ کنن، پرینت میکنم یه استرینگی یا یه هر مثلا هر چیزی باشه، رو راحت ترین راه واسم اینه که پرینت کنم قبل از اینکه برم تو دیباگر و اینجور چیزا. مثلا الان یه فانکشن مثلا AST اینجا داشته باشیم، خب یا یه کلاس هم مثلا بسازیم یه همچین چیزی، خب یه همچین چیزی داشته باشیم. خب من هر دفعه مثلا میخوام بیام اینجا، من یه روشی برای خودم دارم، مثلا مینویسم مثلا کلاس A فانکشن B، یا مثلا اگر چونم فانکشنال باشه مثلا نیم اسپیسش رو مینویسم با فانکشنش، بعد یه سری مثلا یا وریبل یا هر چیز دیگه اینجا پرینت میکنم. خب اما این یه چیزی که ثابته همیشه برام و طول میکشه بخوام همچین چیزی رو پرینت کنم. مثلا این دقیقا یه فیچریه که فقط مخصوص شخص منه، هیچ کسی دیگه شاید مثلا ممکنه کسی باشن شبیه اینو مثلا استفاده کنم، ولی منظورم اینه که این فیچری که خودم میخوام، مثلا کاری ندارم من ادیتورم چیه یا از چه ابزاری استفاده کنم، این یه چیزی که مثلا شخص من نیاز مثلا بهش نیاز داره. تو ادیتورهای دیگه بخوای همچین چیزی درست کنی، شما باید بری مثلا یه پروژه بسازی، پلاگین درست کنی و هزار تا دردسر دیگه. تو ایمکس شما یه فانکشن درست میکنی، حالا هر جوری میتونی درست کنی، حالا حتی من فایلم درست نکردم رو حواس، خب یه فانکشن درست میکنم، اینتراکتیوش میکنم که بتونم مثلا با مثلا از این طریق کامند اینترفیس خود ایمکس بهش دسترسی داشته باشم. بعد مثلا مستقیما همینجا میتونم فانکشن ها رو اجرا کنم. خب مثلا میگه ویچ فانکشن پیدا نمیکنه که ریکوایرش کنه، فکر میکنم اسمش این بود، نه ببخشید این مود بود من دارم ریکوایرش میکنم. خب زمان الان همین رو میتونم اینجا اجرا کنم، این گوشه پایین سمت چپ اگه اینجا دقت کنی مثلا اینجا، خب باید توی این ور تو مسیج نشون بدم. خب اون تی که میبینیم تو ایلیسپ یعنی ترو، این مودی که من
اجراش کردم ترو برگردونه، یعنی الان اکسپرشن من با موفقیت اجرا شده، اون ویچ فانکشن مود رو اجرا کردم. خب بعد خیلی ساده مثلا هم میتونم بیام یه شده مثلا یه همچین چیزی درست کنم. فانکشن آره درست کنم، از فانکشنی که میخواستم دو همینه. بعد خدمت شما عرض شد که یه همچین چیزی میتونم من اجرا کنم. میبینی یه پایین سمت چپ رو نگاه کنی، من هر مرحله که دارم مثلا این کد رو مینویزم در جا همون اکسپرشنی که نوشتم رو ران میکنم ببینم اون چه خروجی که میخواد به میده، خروجی که میخوام به میده یا نه. این مثلا یکی از فیچرهای زبونایی که مثلا حالا لیسپ اینجا الان ای لیسپ یا کامن لیسپ یا حالا هر زبون شبیه این که خب خیلی فیچر مثلا به درد بخوریه. در نهایت هم مثلا اونو اینزرت کنیم. مالا این فانکشن رو میبینیم وقتی اجراش میکنم اون پایین مینویسه لاگ، یعنی که این فانکشن دیفاین شده الان تمام. یعنی اگه من بنویسم اینجا لاگ پیداش میکنه همونجور که میبینی اولین آپشن. خب من الان مثلا اگر قبلش یه کلیدم بهش یه شورت کی هم بهش بدیم کیو چیه پایتون مثلا بدیم alt و 2 اوکی. الان دوباره من اینو ران کردم اون پایین میبینی که اون لاگو برگردوندم و الان درسته. یعنی اگه من بیام اینجا بزنم حتی چون به پایتون مود مپش کردم اینجا نشون نمیده، ولی خب مثلا میتونم همینجا تستش کنم. خب مثلا خود لاگ خالی بنویسم، الان مینی اجراش کردم دقیقا همون جایی که بودم اون استرینگ رو واسه من پیست کرد. خب حالا اینزرت کرد پیست کرد نمیکنم. بعد من اگه بیام مثلا توی این فایل پایتونی که دارم جایی که میخوام آلت و دو بزنم، خب مینی که مثلا همچین چیزی واسه من پرینت، ولی هنوز یه مشکل هست. مثلا الان این آخر خط وای میسه، من دوباره زحمت داره مثلا برگردم اینجا بخوام مثلا اسم یه وری بلو بنویسم. میتونم بیام اینجا برگردم آخر یه دونه، دوباره بیام اینجا اجراش کنم. او میگه آها میگه فانکشن بکورد نداره. من یه لحظه فانکشن ها یادم میره نگاه بکنم ctrl b backward okay. دوباره اجراش میکنم، دوباره میام اینجا پاک میکنم alt f2 میبینی دوباره سر جاش اومد و دوباره مثلا میتونم اینجا اسم یه چیزی رو بنویسم یا میتونم یه پرینت دیگه بکنم یا هرچی، یا حتی مثلا اگر مثلا این ویچ فانکشن لایبرری این ویچ فانکشن انقدر باهوش هستش که بیاد مثلا اینجا خودش بفهمه الان من آدرس این کلاس و فانکشنم چیه که بخواد اینا رو. این مثلا یه مثال خیلی ساده هست. مثلا میبینیم مثلا همین ما همینجا یه فایل هم نبود، همون تو اسکرچ بعد خودش یه سری اکسپرشن لیست نوشتم، یه فانکشن تعریف کردم اجراش کردم الان اکستند کردم ایمکسی که دارم و میتونم اینو یه جا ذخیره کنم و تو این تکست اسکریپت هم بذارم که هر دفعه اینو لود کنه. مثلا من همین الان اگه بخوام همین کارو بکنم، خب دقیقاً این چیزایی که اینجا نوشتم رو کات میکنم و فایل این تکست اسکریپتمو باز میکنم، آخرش مثلا پیست میکنم که چی میگم الان حتی این لاگو اینجا باید بردارم. هر وقت من الان ایمکس هم بیاد بالا این دیتایی که اینجا هست رو لود میکنه و من دوباره دسترسی به این فایل به این فانکشن لاگ خواهم داشت. بعد خدمت شما عرض شد که اینجوری مثلا این یه فیچر خیلی کوچولو بود، چند دقیقه طول کشید دادم یه همچین چیزی درست کنه.
سیو میکنی همیشه استفاده میکنی. در صورتی که مثلا همچین چیزی رو بخوایم به پایچارم یا اینتل جی، حالا من ویمو نمیدونم، ویم کاملا قابل احترامه ولی من از چیز نمیدونم، بخوایم به ادیتور دیگه اضافه کنیم خیلی طول میکشه، درد سر داره، درگیره نمیدونم مثلا در مورد اکلیپس بود چی بود، درگیره XMLRPC میدونم میشه اینجا به همین سادگی.